بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بغية الله المهدي أرواهنا له الفضاء با سلام و درود به یکایک که شما عزیزان رحمت واسعه الهی رو در این ماه مبارک رمضان در این روزها و شبها برای همگان برای همه شما و همه ما از محضر با عظمت ربوبی درخواست میکنیم و انایات ویژه او را در این لحظات خازعانه جویا هستیم خدا را شکر میکنم مجددن که توفیق حضور در این برنامه در محفل نورانی قرآن اطرت در جوار شما عزیزان رو به بنده عطا فرمود برنامه قبل و صحبت قبل درباره بیشتر وجود مقدس امام مجتبا علیه السلام بود ولی یک نگاه کلی رو ارائه کردیم و اون جریان اسمت در قرآن کریم و در جامعه اسلامی که بعدها به ظهور و بروز رسید ارز کردیم که قرآن دو جریان رو معرفی میکنه یکی جریان نفاق و دوم جریان اسمت هر دوی اینها هم به نوعی حضور دارند در اطراف پیغمبر اکرم و در تاریخ اسلام بروز و ظهور بسیاری دارند اینا همیشه هم در تقابل با هم دیگه بودن و هستند این دو جریان جریان نفاق در جامعه اسلامی در مکه مکرمه پدیدار شد که قرآن میفرمد الذین فی قلوبهم مرض در سوره مدثر غیر از کفار غیر از دشمنان چند دسته رو مطرح میکنه یه دسته هم این هست که میفرماید و فی قلوبهم مرض خب اگر اجازه بدید این آیات رو از رو بخونیم در سوره مدثر بحثی درباره ولید ابن مقیره داره که بعد از مقدماتی به قرآن نسبت سهر داد یعنی اومد خدمت پیغمبر اکرم کفار قریش او رو فرستادن که رسول خدا رو مجاب کنه که دست از بدگویی از آله و بطا برداره اونا رو نقد نکنه او اومد و حرفایی زد پیغمبر اکرم جوابایی به او دادن بعد حالش متغیر شد بسیار تحت تاثیر قرار گرفت سه روز ارتباطش رو با دیگران قطع کرد بعد گفتن که اگر ولید بره طرف پیامبر اکرم کار ما زار اومدن باش صحبت کردن که تو بزرگ ما هستی ما نگران شدیم بالاخره نشست و فکر کرد و گفت برید منتشر کنید که قرآن سهره اولش گفت من کلامی رو از محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که نه سخن جنه نه سخن انس سخنی برای همه اینهاست و بعد گفت که ان ریشه او پر سمر و پر آب میوه او بسیار گوارا خلاصه تعریف کرد بعد اونا گفتن که خب پس اگه تو بری او طرف دیگه ما حسابمون پاکه گفت صبر کنی بعد قرآن میگه انه فکر و قدر فکر کرد و اندیشید و حساب کرد و فقتل فقط قدر هر نوع فکری هم فکر صلاح نیست این نشسته فکر میکنه که راه شیطان رو چگونه باز کنه مرگ بر او یا مرده باد که چقدر بد محاسبه کرد ثم قتل فقط در ثم نظر ثم عبس و بسر روش رو در هم کشید به خودش فرو رفت ثم عد بر و استکبر بعد پشت کرد و استکبار کرد فقال ان هذا الا سحر یعثر گفت این کلام پیامبر اکرم چیزی نیست جز سحری که در دلها نفوذ میکنه برید رو منتشر کنید ان هذا الا قول البشر این جز سخن انسان چیز دیگری نیست ساصلیه سقر ما او را مواجه میکنیم با سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر توصیف میکنه آتش جهنم رو قرآن کریم لواحت بشر علیها تس عشر بر اون آتش نوزده مأمور گمارده شده بعد میفرمد که و ما جعلنا از نار الا ملائکه این معمورین جز این نیست که فرشتگان خدا هستند و ما جعلنا عدتهم حالا چرا ما این عده رو گفتیم و این رقم رو بیان کردیم الا فتنت للذین رو که آزمونی باشد برای کافران لیستیقن, لیستیقن الذین اوتو الکتاب اهل کتاب هم راهی باشد که یقین کنند گویا طبق اخبار اونها براشون میتونه آیتی باشه و الَّذِينَ الذین آمنو ایمانا بر ایمان مؤمنین افزوده شود ولا یرتاب الذین اوتو الكتاب و برای کسانی که صاحب کتابند و مؤمنان این فایده رو داره که به شکل نیفتند بعد بعد از همه این افراد یعنی کفار <clears throat> صاحبان کتاب اهل کتاب و مؤمنین بعد میگه که و لیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله به هذا مثلا ببینید چند دسته رو قرآن مطرح میکنه یک کفار دو اهل کتاب سه مؤمنین و چهارم الذین فی قلوبهم مرض حالا نمیخوام وارد بحث این آیه بشیم اما نشون داده میشه که ادعی در مکه این سوره از سوره های مکه است اونم مال سالهای اول نزول معلوم میشه از همون آغاز از ای بر اساس پیشگویی هایی که یهود و دیگران داشتن اینها موقعیت پیغمبر اکرم رو در آینده میدونستن چیه یا زن و گمان داشتن و خود رو وارد جرگه اسلام کردن طبق بعضی از روایات ما هم همین رو گفتن که اینها بتونن بعدها استفاده کنند. در مکه الذین فی قلوبهم مرض هست در سوره بقره هم درباره منافقون میفرماد که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا پس جریان نفاق حالا با عناوین مختلف از مکه شروع شد اما این جریان در مدینه به سرعت رشد کرد به صلاح همین منافقینی که در میان مشرکین بودن وارد مدینه شدن همراه پیغمبر اکرم مهاجرت کردند چون اینا ظاهرا مؤمن بودند، مسلمان بودن اظهار ایمان میکردند ولی در واقع مؤمن نبودند، با یه اهداف دیگری وارد شده بودند همیشه هم همین طور بوده درباره انبیای قبل هم قرآن میفرمد و كذلك جعلنا لكل نبيا عدوا من المجرمين آیه 31 سوره فرقان ما برای هر پیغمبری یه دشمنی قرار دادیم که یه خط انحرافی ایجاد بشه که امتحان جدی باشه معلوم باشه کی اهل حقه کی دنبال جلوه های باطل میره حال جریان نفاق در مدینه بسیار رونق گرفت تا جایی که میبینیم قرآن کریم سرمایه گذاری فراوانی روی جریان نفاق میکنه در سوره بقره ملاحظه میفرمایید بعد از اینکه قرآن رو معرفی میکند میفرمد که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام نیم. ذالک الکتاب و لا ریب فیه خدا للمتقین این قرآن تردیدی در که هدایتگری است هدایتی است برای متقین این دو آیه دو آیه در وصف قرآن و از متقین ذکر میکنه سه آیه بعد درباره متقین توضیح میده متقین کیانند شرط اول تقوا ایمانه الذین یؤمنون بالغیب وارد حوزه عمل بشیم اولین عمل و مهمترین عمل نمازه و یقیمون الصلاه بعد از نماز زکات و ادای حقوق مالی است و مما رزقناهم ینفقون پس متقین اولا ایمان به غیب دارد ایمان به غیب یعنی ایمان به نادیده ها ذات اهلیت رو گفتن ذات قیب القیوب الان ظهور امام زمان علیه السلام یه خبر غیبی است برای ما البته وجودشون و تولدشون و مشاهده حضرت نقل عینی فراوان داره ولی ظهورشون یه خبر غیبی است ائمه فرمودن قرآن اشارات زیادی داره این ایمان به غیب گفتن یکی از مصادیق ایمان به غیب ایمان به حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفداست الذين يؤمنون بالغیب پس به غیب ایمان می آورن. آخر سوره یک آیه مونده به آخر آیه 285 می میفرماید که بل مؤمنون آمن آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله مؤمنان تماما ایمان میآورند به خدا و ملائکه او و کتابهای آسمانی و رسولان الهی یعنی ایمان به غیب رو اون آخر سوره باز می کند آخر سوره رو گره می به اول سوره که ما حالا معتقدیم سوره های قرآن خط روشنی رو دنبال میکنن مباحث همه در ارتباطن متاخب دقت زیادی میخواد که اینا رو بتونیم تا حدودی به دست بیاریم و کشف کنیم تدبر بشه در قرآن بعضیاش روشن میشه خب اولین معیار تقوا ایمان به غیب دوم نماز سوم انفاق در راه خدا زکات واجب و مستحب والذین یؤمنون به ما انزل الیک کسانی که به قرآنی که بر تو نازل شده ایمان میآورند و ما انزل من قبلک به کتابهای آسمانی قبل هم تورات و انجیل و زبور داوود ایمان می آورد و بالآخرت هم یوقنون و آخرت هم یقین دارند البته کتابهای آسمانی قبل در انبیای گذشته هم بوده صحف ابراهیم و موسا اما که در دسته الان این سه موردی است که عرض شد اولائک الا من ربهم پس این ویژگی ها رو هر کس داشته باشه که آخریش هم این بود بالآخرت هم یوقنون به آخرت اینان یقین دارند ایمان یقینی شک و شبه کافی نیست در اصول دین ما باید به یقین برسیم اگر شک داریم باید شک خود رو برطرف کنیم بررسی کنیم سوال کنیم یقین به آخرت جز به عوامل نجاته اگر ما قرآن رو زیاد بخونیم به آخرت یقین پیدا میکنیم در دانشگاه گاهی دانشجوان بعضی وقتا پیش میاد میگن که ما احساس میکنیم مبانی عقیدتی و ایمانمون متزلزل شده چه کنیم من در چند مورد بهشون یه راهکاری گفتم بعد گفتم نتیجهش رو هم بگید و اونی که قرآن با توجه به معنا زیاد بخونید. قرآن چنان با قاطعیت مسائل ایمانی رو به ما القا میکنه که در قلب ما تثبیت میشه اگر قرآن زیاد بخونیم خصوصا با توجه به معنا ایمان ما ایمان ثابت و برقرار خواهد بود و بالآخرت هم یوقنون اولائک علی هدن من ربهم رب و که هم المفلحون اینان بر هدایتی از پروردگارشون هستند و اینها همان رستگارانند این آیه پنجم سه آیه راجع به متقین بحث میکنه دو آیه درباره کفار مردم در جامعه اسلامی و دشمنانی که با این جامعه مواجه میشن مجبورن میشن سه دسته خود جامعه اسلامی دو دسته هستند و جامعه کفر که تقابل میکنه اونا کفاره حالا این جامعه کفار رو میگه ان الذين كفروا کسانی که راه کفر رو پیشه کردن بنا دارن تو راه خودشون باشن تو راه باشن بنا دارند ایمان نیاورند سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم کفار قریش این گونه اونا به لحاظ موقعیت خودشون به لحاظ پافشاری روی باطل بنا داشتن با پیغمبر اکرم مخالفت کنند. بنا نداشتن بفهمن حق رو یا اگر فهمیدن بیان وارد حوزه حق بشن درباره قوم نوح هم همینطور قرآن مطرح میکنه میفرماید که ولقد ارسلنا نوحا الی قومهی ما نوح رو فرستادیم سه تا پیام داد گفت یا قوم اعبد الله مالکم من اله غیره افلا تتقون پیام اول خدا رو بندگی کنید دوم الهی به جز او نیست مشرک نباشید سوم راه تقوا پیشه کنید بعد میگه فقال الملع الذین کفرو من قومه او سرانی از قومش که اول راه کفر رو پیش گرفتن بعد شروع کردن به استدلال کردن اینها دلیل آوری های بعد از اتخاذ موضع یه موضعی رو اتخاذ کرده حالا واسه دلیل جور میکنه گفتن که ما ها الا بشر مثل هم این که یه بشری است مثل شما پیغمبر اکرم هم وقتی دعوتشون رو ابلاغ کردن سران قریش در قدم اول بنای مخالفت گذاشتن راه کفر رو پیش گرفتن میگن اینا دیگه فرقی نمیکنه انظار بکنی یا نکنی اینا ایمان نمیاد ختم الله علی قلوبهم اینایی که بنا گذاشتن در راه غیر حق راه بگیرند و پیش برن دیگه ما خدا بر قلب اینها مهر میزن یعنی نتیجه کارشون این میشه این دیگه ادبیات قرآنه چون همه امور به او به خدا برمیگرده ما تو ادبیات خودمون میگیم بر وقتی به راه باطل بره دیگه بر قلبش مهر میخوره واقعا هم همینه چون هرچه بره جلوتر بدتر میشه ولی بالاخره این به یه نوعی به اراده خدا بستگی داره میگه ختم الله علی قلوبه هم. خدا بر دلهای اینها مهر میزند و علا سمهم و علا ابسارهم قشاوه بر چشم و گوش اینها پرده است که دیگه حق رو نمیبینند حق رو نمیشنود و لهم عذاب عظیم برای آنان عذابی است بزرگ خب این شد پنج آیه سه آیه در وصف متقین دو آیه در وصف کفار دو آیه هم راجع به خود قرآن بود مجموعاً هفت آیه از اینجا تا آیه بیست یعنی سیزده آیه درباره منافقین معلوم میشه که جریان نفاق در مدینه جریان جدی و قوی بود حالا وارد جریان سوم میشه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنیم. از میان مردم کسانی هستند که میگویند ما به خدا و به روز قیامت ایمان آورده ایم. ولی اینها مؤمن نیستن این های قرآن تو مسلمون های واقعا مؤمن نیستن روایات ما میگن بعضی از صحابی رو میگن میگن اینها ایمان نداشتند خب این متن قرآن هم در صحبت قبل عرض کردیم که اینا جزو صحابی بودن از کجا میگیم این حرف رو آیه اول سوره منافقون بسم الله الرحمن الرحیم اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و مکل رسول الله وقتی منافقون میان پیش تو میگن ما شهادت بدیم که تو رسول اللهی و الله یعلم انکل رسول خدا میدونه تو رسول الله و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون خدا شهادت میده که منافقین دروغ گوهن ای که میگن ما شهادت میدیم دروغ میگن شهادت نمیدن لقلقه لسانه اتخذوا ایمانهم جنه این قسمی هم که میخورن قسمشون سفره بلاست چرا این بحث رو میگیم چون میخوایم تقابل جریان اسمت و جریان نفاق رو در تاریخ اسلام ارزه بداریم باید کاملا مشخص بشه که منافقین چه موجوداتی بودن حالا قرآن شروع میکنه وصف اینها رو ادهی ای از مردم به زبان میگن ایمان آوردیم به خدا و روز قیامت و ما هم به مؤمنین دروغ میگن نه مؤمن نیست پلو پیغمبرم هستن اما مؤمن نیستن خیلی عجیب یخادعون الله و الذین آمنه اینها با خدا خدعه میکنن به حساب خودشون کلک میزنن به خدا و با مؤمنین خدعه میکنن میخوان سر مؤمنین رو کلا بذارن سر پیغمبر رو کلا بذارن اما و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون اینها جزی که به خودشون خدعه میکنن کلا سر خودشون میذارن چیزی نیست ولی خودشونم نمیفهمن انایت میکنید اینا ویژگی های منافقینه یک اولا ایمانشون دروغیه دو قصد خدعه دارن سه فی قلوبه مرزون اینا بیماری در دلشونه همونهایی که تو مکه هم بودن ای از مکه اومدن به مدینه فزاده هم الله مرضا خداوند بر بیماری اینها میافزاید وقتی کسی بر راه باطل روز به روز بدتر میشه ولهم عذاب علیم به ما و و, و برای اینها عذابی دردناک خواهد بود به خاطر دروغی که میگن به دروغ اعلام ایمان میکنه خب نکته بعد حالا اینا رو شما بشمارید ببینید چند تا میشه و اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مسلحون وقتی به اینها گفته می شود که در زمین فساد نکنید میگن ما جز این نیست که مسلحیم دیدید بعضی ها بعضی گروه ها بعضی افراد یک کارای خطایی انجام میدن دروغ میگن گاهی خون میریزن در بعضی از جریان ها خون ریزی میکنن میگن ما قصد خیر داریم بر هدف وسیله رو توجیه میکنه نعوذ بالله ما در فرهنگ دینی هرگز چنین چیزی نداریم بعد از راهی که خدا پسند هست وارد بشید. تا اگه هدفتون مقدس باشه بهشون میگن فساد. بلوش منافقین از این کارا هم میکردن پشت پرده یه کارایی میکردن گاهی لو میرفت بعضی ها میفهمیدن میگفتن چرا فساد میکنی میگفتن ما اصلاح میکنیم ما یه هدف والایی داریم مثلا ما میخوایم براندازی کنیم از این هر. خب برای او هدف باید یه کارایی انجام بده الا انهم هم المفسدون ولا الله یشعرون بدانید که آنها مفسدن ولی خودشون هم نمیفهمن یا ولی شعور و درک نداره که بتونن فساد رو تشخیص بده منافقین میرفتن و تو تاریخ از این بحثا خیلی داریم اگر قرار بود بحث مفصل بشه نمونه های زیادی رو باید میگفتیم میرفتن پشت پرده با کفار بند و میکردن بر علیه جامعه اسلامی بر علیه پیغمبر بعدم میگفتم قصد ما اسلام، قرآن میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون دروغ در ایمان خدعه ای به خدا و مؤمنین بیماری در قلب و افسون شدن بیماری فساد اینا چیزایی است که تا اینجا به اینا نسبت داده شد و قیل لهم آمنو کما آمن الناس اگر به اینها گفته شود ایمان بیاورید همچنان که مردم ایمان میارن مثل مردم مثل بچه آدم بیارن. ایمان بیارید قالو انا کما آمن از وقتی که خداشون با هم هستن حرف دلشون رو میزنن میگن آیا ما مثل صفیحان ایمان بیاریم چون معمولا کسانی که میومدن اطراف پیغمبرها کسانی بودن که خیلی سمت و نمیدونم مال زیاد و از این چیزا نداشتن که بترسن از دست بدن آغاز پاسخگویی و اجابت دعوت انبیا معمولا با افراد عادی جامعه بود افرادی که گردن کشه ها به اونا اتنایی نداشتن سران کافر قوم نوح هم به حضرت نوح چنین میگفتن و ما نراکت تبعک الا الذين هم ارازلنا بادی می میگفتن ما هرچی نگاه میکنیم پیروان تو ارازل جامعه آدم های فرومایه کم ارزش یعنی فقرا و انسانهای به اصطلاح عموم جامعه رو اینطوری نگاه میکردن منافقین هم حرف دلشون رو وقتی میخواستن بزنن میگفتن که و نؤمن و کما آمن از ها ما مثل صفیهان ایمان بیاوریم الا انهم هم الصفه ها لا یعلمون بدانید که خود اونها صفیهند و کم خرد ولی نمیدانند امروزم در سطح جهانی میبینیم که اونایی که صاحب عده و عده و استکبار و در این حوزه ها هستند به مؤمنان به مکتب انبیا به چشم حقارت نگاه میکنه پس نکته بعد و اذا لذین الذين امنوا وقتی منافقین با مؤمنین برخورد میکنن قالوا آمنا میگن ما مؤمنیم ایمان داریم و اذا خلوا شیاطین هم وقتی میرن با شیاطین خودشون خلوت میکنن چون شیطان جنی و انسی هر دو رو داریم شیاطین الجن و انس وقتی بیرن با شیاطین خودشون خلوت میکنن قالو انا معکم مثلا فرض کنید در خفا با کفار قریش میگن ما با شما این دل ما با شماست انما نحن مستهزئون ما داریم مسخره میکنیم اینا رو به استهزاء میگیریم الله یستهزه او بهم خدا هم اینها رو به مسخره خواهد گرفت و یمدهم فی تقیانهم یعمهون اینها رو واگذار میکنه تا در سرکشی خودشون در کوری قرار بگیرن ویژگی بعدی منافقین اولا اکالذین زلالت بلهدا اینها زلالت رو به بهای هدایت خریدند هدایت تو دامنشون بود میتونستن مؤمن بشن اوج بگیرن این هدایت الهی رو دادن زلالت رو گرفتن خیلی تعبیر لطیفی است که فرض کنید تو جامعه الان ببینیم کسانی میان راه خدا رو از دست میدن که راه باطل رو به دست بیارن چون مثلا راه باطل گاهی یه جلوه دنیایی داره برای که به حساب خودشون به اون جلوه دنیا برسن ایمانشون رو از دست میدن اینا قرآن چه تعبیری میکنه حالا این درباره منافقینه گاهی در موارد دیگه هم پیش میاد تو زمان خودمون هم گاهی میبینیم فما را به حد تجارت هم این تجارت براشون سودی نداره یعنی کسی که آخرتش رو بفروشه که دنیا رو به دست بیاره این تجارتش بیفاید است و ما کنون محتدیم اینا راه خوبی رو پیدا نکردن در حدیث داریم فرمودند احمق الناس ناس من با دینه ل دنیا احمقترین مردم کسی است که دینش رو به دنیای خودش بفروشه و احمق و من احمقتر از او من با دینه ل دنیا غیرهی دینش رو به خاطر دنیای دیگری بفروشه خب این من فکر میکردم امروز تمام میکنیم این آیات منافقین رو ولی حالا تا همین جا آیه 16 هم دیدید قرآن چند ویژگی میگه این جریان نفاق جریان جدی بود در کنار پیغمبر اکرم وگرنه یعنی قرآن این همه دامن نمیزنه مثلا در جای جای قرآن از این جریان ما سخن میبینیم در سوره مائده در جاهای دیگه یه جایی اشاره داره که اینا برای رفتن به راه کفر شتاب میکنن تا حالا انشالله تو بحثای بعدی شاید بگیم چون تقابل با جریان اسمت اینا در زمان پیغمبر اکرم با خود رسول الله تقابل داشتن ولی در خفا بعد از پیغمبر این تقابل علنی شد با اهل بیت پیغمبر اکرم ببینید بنی امیه چه کردن حتی تا شهادت امام حسین علیه السلام پیش رفت علنی شد همینطور در زمان بنی عباس باز اونا یه خورده بیشتر منافقانه عمل میکردن ولی در این حال کوتاه هم امیمد. بر حسب ظاهر مجبور بودن حرمت اهل بیت رو یکم نگه دارن. چون حیثیت خودشون هم در گرو او بود حالا اینا بحثای تاریخی است اما در باطن دشمنی میکرد این تقابل از بعد از پیغمبر اکرم شروع شد تا هم ادامه داره متا شکل ای تقابل متفاوته الان هم با یه نهله رو میبینیم که با نام اهل بیت پیغمبر اکرم برخورد میکنه با شیعیان به خاطر ارادتشون به اهل بیت برخورد میکنه به هر در, در این اینکه به اصطلاح ما همه برادران جامعه اسلامی هم از شیعیان و اهل سنت رو با هم اتحاد مسلمانی و برادری مسلمانی داریم اما در این حال باید به یه حقایقی هم در تاریخ اسلام توجه داشته باشیم خب این به صلاح بحث این مسئله حال جریان اسمت رو بعدا بیشتر وارد میشیم و برخورد این دو جریان رو حالا یه جمله ای رو هم در باب روز عرضه بداریم چون در ماه رمضان هستیم یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل من قبلکم لعلکم تتقون روزه رو بر شما روزه بر شما نوشته شد همچنانی که بر امتهای پیشین شما نوشته شد نماز روز زکات حکم مشترک تمام ادیان الهی است چرا برای که شما متقی بشید سی روز خدای رحمان دست ما رو میگیره یه اردوی عملیاتی تشکیل میده ما با یه سری خواسته های دلمون مخالفت میکنیم تسلیم و حکم خدا میشیم بعد از سی روز ملکه ای در انسان ایجاد میشه قرآن میگه ولی توک ملال این سی روز باید تمام بشه اگه نتونستید قضاشو بگیرید نمیخوایم سخت بگیریم میخوایم این ایام ای تعداد کامل بشه آثاری در شما داره بعد از سی روز گوی آدم باید به یه حالت صبات در تسلیم برسه اگر بخواهیم خیلی میخوان متقی باشن اما نمیشه هی با نفس نمیتونن کلنجار برن حالا سی روز تمرین کردم میبینن شد یه اعتمادی به انسان دست میده که پس میشود برای خدا با نفسمون مخالفت کنیم طوری هم نمیشه ببینیم سر و, و گنده هم هستیم اینجا اتفاقی هم نیفته پس اینو نگهش داریم این که قرآن میگه لعلکم باشد که البته شاید نباشد که امیدواری درش این برای اینه که ما ممکنه بعضی هم گوزه بگیرم به اون جایی که باید برسن نرسن اما اگه مراقب باشید متقی خواهید شد روح تقوا بعد یه ماه در شما باید پدیدار بشه اگر نشد اگه باز همون حوثای قبلی هست البته در مراحل اشتباه و خطا اینجا باید یه مقداری آدم به خودش کار بکنه وصل صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خدایا دلهای ما رو به نور ایمان و نور قرآن و معارف محمد و آل محمد از آنچه هست نورانی تر بگردان سلامی هم محضر مقدس حزرة سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله